آموزش امروز میخوایم ببینیم چجوری اطلاعاتی که در اتریبیوت تیبلمون هست رو به صورت چارت روی نقشه هامون نمایش بدیم. سلام، من فاطمه سلیمانی هستم، مدرس نرم افزار ArcGIS گروه فیدا. برای دیدن این آموزش همراه من باشید. نگاه کنید، من الان میخوام روی این لایه ها چندین مورد رو به صورت چارت و نمودار نشون بدم. برای این کار روی لایه‌ای که قرار اطلاعاتش رو نمایش بدم به صورت چارت کلیک راست میکنم و میرم به قسمت پراپرتیز. در پنجره لایر پراپرتیز میرم سراغ تب سیمبولوژی. در تب سیمبولوژی در قسمت سمت چپش و قسمت شو شکل‌های مختلفی از نمایش نقشه ها رو میبینید که روی هر کدوم هم کلیک کنید در این پایین بهتون نمایشش میده. مثلا در قسمت کوانتیتی به فرض روی قسمت دات دنسیتی که برم نحوه نمایش این قسمت رو بهمون نشون میده. در این قسمتش رو بخشی داریم به نام چارتز که روش کلیک میکنم. در بخش چارت هم شما میتونید سن و نحوه نمایش چارت ها و نمودارها رو داشته باشید. یکی پای چارت هست که نمودار دایره‌ای برای ما که اینجا هم شکلش رو نمایش داده. بعدی بار کالم هست که نمودارها به صورت ستونی به ما نمایش میده در کنار هم. و آخری هم استک چارت هست که این پایین بهتون نشون میده. نگاه کنید، نمودارهای انباشته است و میاد موارد رو روی هم و به یه نسبتی از کل بهتون نمایش میده. حالا میرم سراغ چارت و نمودار اول، چارت دایره یا پای چارت. توی نمودار دایره‌ای من مثلا میخوام سهم جمعیت شهری و روستایی رو بیام بهتون نمایش بدم. اینجا قسمتی داری به نام فیلد سلکشن که فیلد هایی که میخواید اطلاعاتش روی اون چارت و نمودار براتون بیاد رو اینجا انتخاب میکنید. من فیلد های مد نظرم رو انتخاب میکنم که جمعیت شهری و روستاییه. میتونم یکیش رو کلیک کنم، کلید کنترل رو بگیرم و اون یکی رو هم انتخاب کنم. از طریق این علامت هایی که اینجاست انتقالش میدید به باکس سمت راست. من از طریق این انتقالشون میدم به باکس سمت راست. اگر موردی هم نخواستید روش کلیک میکنید و انتقالش میدید به باکس سمت چپ، یا اگر همش رو نخواستید روی این که کلیک کنید همش رو دوباره براتون انتقال میده به این سمت. من دوباره فیلد هام رو میارم روی سیمبل و نماد مربوط به هر کدوم از این فیلد ها. دوباره کلیک کنید میتونید نماد و رنگش رو هم تغییر بدید. در این چارت ها از رنگ های استفاده کنید که هم هارمونی داشته باشن، همین که نزدیک به هم نباشن، یعنی شما بتونید اون اختلاف رو از طریق این تفاوت رنگ خوب متوجه بشید. منم الان میام یه رنگ زرد و آبی رو برای این دوتا فیلد انتخاب میکنم. اوکی میکنم، برای این یکی هم همینطور و اینجا هم اوکی میکنم. از اینجا میتونید رنگ بک‌گراند، یعنی این قسمت های مربوط به هر شهرستان رو و رنگ زمینه رو تعیین کنید. من یه رنگ توسی میذارم که هم با اینا هارمونی داشته باشه، هم اینها جلوه مناسبی رو روی این بک‌گراند داشته باشم. اوتلاینش رو هم سفید میذارم و اوکی میکنم. نگاه کنید، اپلای میکنم. ببینید اومد این چارت ها رو اینجا روی این بک‌گراند توسی رنگ برای ما به اون شکلی که ما خواستیم نمایش داد. گزینه های دیگری هم در این قسمت داریم. این سه تا قسمت پایینی مربوط به تنظیمات این چارت هاست. مثلا در قسمت پراپرتیز یه سری تنظیمات رو مربوط به 3D بودنش میتونید اینجوری به شکل 3D اون رو نمایش بدید و تنظیماتی مربوط به اوتلاینش و موارد دیگر میتونید اینجا تنظیم کنید. یا در قسمت سایز مثلا شما میبینید با توجه به سطحی که دارید این نمودارهاتون اندازه بزرگی دارن، میتونید از اینجا سایزش رو تنظیم کنید. مثلا من میذارم روی 27، اوکی میکنم. یه قسمتی هم اینجا داریم که تیک خورده کنارش، این برای چه موردی هست؟ بچه اینجا میبینید یک خطی به این چارت ما وصل شده. یه موقعی هست نمودارهاتون زمانی که خیلی به هم نزدیک باشن با هم دیگه همپوشانی و اوورلپ پیدا میکنن. میگه زمانی که این شکلی باشه، نگاه کنید من الان تیک این رو برمیدارم. خب حالا اینا چون سایز خودشون رو دارن و روی بک‌گراندشون مناسبه در جای درست خودشون قرار گرفتن. ولی اگر یه جاهایی باشه که نمودارهاتون روی هم همپوشانی و اوورلپ داشته باشه، اگر این تیک رو بزنید اپلای کنم، میاد اونها رو با یک خط میبره در بخش دیگه این نمایش میده که هم اون خط اتصالش بده به اون قسمتی که مال اون هست، همین که با نمودارها و چارت های دیگه اوورلپ نداشته باشه. دو تا نمودار دیگه هم داشتیم، بار کالم و استک چارت هست که اینها فضاشون مثل همین نمودار پای و دایره ایه. حالا با توجه به اون دیتایی که میخواید نمایش بدید و اطلاعاتتون میاد مناسب ترین رو انتخاب میکنید.
مثلا من میام روی این یک لایه پاپ بلاکم که دارم، کلیک راست میکنم، زوم تو لایر رو میزنم. این یه سری لایه بلوک مال یک محدوده یه که من دارمش. حالا میخوام بیام اطلاعات مربوط به تعداد جمعیت مردم و زنان رو به صورت نمودار ستونی نمایش بدم. روی لایه‌ام کلیک راست میکنم، پراپرتیز، میرم به تب سیمبولوژی، چارتس و این دفعه روی بار کالم کلیک میکنم. میام جمعیت مردم و زنان رو از قسمت فیلد سلکشن انتخاب میکنم. از اینجا رنگ ها و نمادش رو تغییر میدم، دوباره کلیک میکنم روی نمادشون. میام یک بک‌گراند هم اینجا براش انتخاب میکنم و اوکی میکنم و اینجا هم اپلای میکنم. نگاه کنید اومد جمعیت مردان و زنان رو در هر بلوک به شکل ستونی نمایش داد. اف توتال داره جمعیت زنان رو نشون میده و ام توتال داره جمعیت مردان رو به ما نمایش میده. که اینجا نگاه کنید مثلا اینجا کاملا مشخصه جمعیت مردانش از زنان بیشتره یا در اینجا جمعیت زنان از مردان بیشتره. اینجوری میتونید جمعیت مردان و زنان هم نشون بدید. یا اگر من برم روی نمودار بعدی استک و بیام برای همین دو مورد دوباره نمایش بدم و حالا رنگش رو هم از اینجا تغییر بدید، من این رو فقط تغییر میدم برای اینکه تفاوتش رو شما اینجا ببینید. بک‌گراندش هم یه رنگ ملایم میذارم یا اصلا سفیدش میکنم و اوکی میکنم. ببینید تفاوتش چیه؟ حالا روی رنگ‌هاش باید کار کنید. من فقط برای اینکه نحوه نمایشش رو بهتون نشون بدم. در نمودار استک حالت انباشته داره، یعنی این دوتا ستون رو میاد روی هم میذاره. شما هم میتونید جمعیت مثلا زنان رو هم نسبت به کل جمعیت ببینید و هم یه مقایسه‌ای داشته باشید با جمعیت مردان. پس تفاوت این سه تا نحوه نمایش چارت ها رو هم متوجه شدیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.